امروز پنجشنبه روز پایانی نشست سه روزه مجمع سالانه اسلو در پایتخت نروژ با موضوع جلوگیری از جنگ و حل منازعات است. وزیر امور خارجه نروژ میزبان این نشست گفت حدود 100 میانجی درگیری ها، تصمیم گیرندگان سطح بالا، کارشناسان و بازیگران روند صلح از سراسر جهان در این نشست گرد هم آمده تا تجربیات خود را در زمینه دیپلماسی صلح و حل منازعات به اشتراک بگذارند. وضعیت در افغانستان، اوکراین و خاورمیانه از موضوعات اصلی مورد بحث در این همایش سالانه است. هرچند از طالبان در این نشست دعوت نشده است، اما 5 چهره سیاسی از افغانستان حضور دارند که برخی از آنها در گذشته از مواضع طالبان حمایت کرده یا با رهبران این گروه دیدار داشتند. عبدالرزاق اسماعیلی کارشناس روابط بین الملل از ایتالیا با ما هستند. جناب اسماعیلی سلام، وقتتون بخیر. سلام بر شما و خدمت شما و تمام بینندگان و شنوندگان شما و همکارانتون سلام. ممنون، خیلی خوش آمدید. در ابتدا از جزئیات مطرح شده با موضوع افغانستان در نشست اسلو بفرمایید. خدمت شما عرض شود که اسلو فروم یا جلسه اسلو از سال 2003 و میزبانی کشور شاهی نروژ هم سال در اسلو پایتخت کشور نروژ برگزار میشه که محور این گفتگو مسئله صلح جهانی است که چندین نشست در سالهای گذشته هم در مورد افغانستان داشتند و امسال هم محور گفتگوی این نشست موضوع جنگ اوکراین و افغانستان بود و این جلسه 2 روز دوام کرد، از روز سه شنبه شروع شد و دیروز چهار شنبه خاتمه پیدا کردند که دیروز بعد از ظهر چهار شنبه یعنی روز دوم و پایانی این جلسه محور گفتگوها وضعیت کنونی افغانستان بود که در از نمایندگی افغانستان 5 نفر از سیاستمدارها و فعالان حقوق بشری و مدنی و سیاسی افغانستان اشتراک داشتند که آقای احمد شاه دورانی یک تاجر افغانستان هست و قرار بود گفته می شد که بعد از دولت طالبان سرپرستی یا ریاست حکومت موقت افغانستان رو به عهده داشته باشن که متاسفانه اینطور نشد که اولین بار است که تبدیل به چهره سیاسی میشه و کمتر شناخته شده است در بین سیاستمدارهای افغانستان و جهان. خانم شاگل رضایی وکیل پارلمان افغانستان یا عضو مجلس نمایندگان افغانستان بودند. خانم فاطمه گیلانی که چهره فعال سیاسی و مدنی هستند در افغانستان و ادریس زمان که معین سیاسی وزارت خارجه قبلی جمهوری اسلامی افغانستان و آقای هلال الدین هلال که هم فعال سیاسی و هم یه مدت وکیل پارلمان افغانستان بودند اشتراک داشتند. در این نشست روی دو تا محور صحبت کردند، یکی تعریف واضح از وضعیت جاری افغانستان که در افغانستان چی میگذره از نگاه حقوق بشری، از نگاه مسائل سیاسی و مسائل دیگه که امروز مطرح هست و مسئله دوم پیدا کردن یک راه حل صلح‌آمیز برای افغانستان ده. بله، عدم دعوت از طالبان در این نشست آیا میتونه نتیجه الزام‌آوری برای صلح در افغانستان رقم بزنه؟ خب متاسفانه اگر ما بخواییم به یک صلح سراسری و صلح واقعی در افغانستان دست پیدا بکنیم همواره باید تمام جناح‌های متخاصم و دو طرف قضیه و چند این طرف قضیه رو باید همیشه در مسائل صلح و گفتگوهای صلح باید دعوت بکنیم. در غیر این صورت این صلح این مسئله نه منتج به صلح میشه بلکه ما به طرف بیشتر وضعیت بحرانی کردن بیشتر افغانستان میریم. شما ببینید در کنفرانس بون 2001 زمانی که طالبان سقوط کردند و در بون جلسات در قسمت مسائل آینده افغانستان مطرح شد از طالبان که یک گروه شکست خورده بودند در اون موقع دعوت نشد. بنابراین همه موضوع مسئله باعث شد که بعد از چند سال طالبان دوباره ظهور پیدا کنند، جنگ در افغانستان تشدید پیدا کنند و بالاخره منجر به سقوط نظام جمهوری اسلامی و دوباره آمدن به طالبان به قدرت شود. و
و این بار اینکه از طالبان دعوت نکردن به خاطر موضوع صلح، شاید به خاطر این باشن که طالبان را هنوز کسی به رسمیت نمیشناسند. وعده هایی را که طالبان در گفتگوهای قبلی حتی پارسال در جلسه اسلو فروم پارسال 2021 داشتن که موضوع حقوق بشری و بازگشایی مکاتب و مدارس برای زنان و دختران و حق اشتغال برای آنها بود، اینها زیر پا کردن. ممکن به خاطر توبیخ کردن آنها از این مسئله آنها را دعوت نکرده باشه، ولی این نمیتونه منتج به صلح بشه. نتیجه نشست اسلو و راه حل های ارائه شده را چطوری ارزیابی میکنید؟ نشست اسلو و نشست های دیگه ای که در گذشته در قسمت افغانستان صورت گرفتن، نشست های خیلی زیاد صورت گرفتن، نشست های قطر بودن، نشست های اسلو بودن و نشست های دیگه ای که در اسلام آباد بودن، در مسکو بودن، متاسفانه فقط همه صحبت ها و گفتگوها روی میز بود و روی کاغذ ماند و هیچ گونه دستاورد برای مردم افغانستان نداشت. و اگر قرار باشند که من بعد همچون نشست های دستاورد برای افغانستان داشته باشند، باید یک نشست واقعی در یک از یا در اسلو یا در یک کشورهای دیگر میزبانی شود، برگزار شود، از تمام جناهای متخاصم افغانستان دعوت شود تا در اون نشست حضور پیدا بکنند و روی یک مکانیزم واقعی که منتج به یک صلح سراسری در افغانستان شود بحث و گفتگو شود. ممنونم. عبدالرزاق اسماعیلی از ایتالیا با ما بودند.